سلام دوستان خب تو جلسه قبل ما در خصوص نمودار جعبه ای صحبت کردیم و اومدیم نمودار جعبه ای رو کشیدیم و تونستیم به رو دستبندی کنیم و نقاط دور افتادمون رو شناسایی کنیم حالا تو این جلسه میخوایم در خصوص فراوانی صحبت بکنیم و تو جلسه بعد از این فراوانی استفاده میکنیم ببینیم چطور میتونیم همون رو بهتر بشناسیم همچنین میایم نمودار هیستوگرام و نمودار پارتو رو توضیح میدیم و تو جلسه بعد تو اکسل اونا رو ترسیم میکنیم فراوانی همونطور که از اسمش پیداست در واقع تعداد تکرارها هستش ما اگر فرض کنیم یک فضایی از مشاهدات رو داریم فرض کنیم مثلا ما اومدیم ثبت کردیم که هر بازی انجام شده توسط چه افرادی بوده و برده شده یا باخته شده پس نام فرد رو داریم نام و نتیجه بازی رو اینجا اومدیم رکوردار رو ثبت کردیم مثلا شخص آ یک شخص آ مثلا اینو برده شخص آ اینو باخته شخص ب اینو برده شخص ب اینو باخته برده ب دوباره اینو باخته سی اومده اینو بازی کرده برده و غیره همینطور دادامون رو داریم یکی از راه های این که من دادام رو بهتر بشناسم اینه که بر اساس فراوانی اونا رو دستبندی و مرتب کنم یعنی بگم اشخاصی که مثلا اینجا بازی کردن شخص آ به سه هر کدوم چند بار بردند فراوانی برد اونا چقدر بوده مثلا این شخص دو بار برده این شخص پنج بار برده خب از این طریق من میتونم دیتا دسته بندی کنم و بهتر بشناسم مثلا اینجا این شخص هشت بار برده و از بقیه بیشتر برد داشته حالا بر فرض اگر اینا با هم این شخص این دوتا شخص با هم بازی کنن چه چش... کدوم یکیشون میبره خب این شخص پنجم احتمال بردش بیشتری دیگه تا الان هشت تا بازی رو بردیم فقط دوتا رو برده پس یکی از راه های گیری از در واقع دیتا هام و مشاهده دیتا هام برابرد فراوانی اون هستش یعنی به دست آوردن فراوانی حالا ما دو جور دیتا داریم یکی دیتا گسسته هست که اینجا دیدیم مثلا بر اساس اشخاص افراد میتونیم اینا رو جدا کنیم بعضی وقتها هست که متغیر ما اگر اینا رو متغیر در نظر بگیریم چون دادهایی که به دست آوردیم به ازای اینا تغییر میکنه دیگه تو بحث متغیرها باز بیشتر در موردش صحبت میکنیم یا در حالتی که متغیر پیوسته هستش یعنی مثل زمان من اگر داشت اینجا زمان اینجا زمان بازی را بازی رو ثبت کنم به جای بردن یا باختن مثلا بگم آقا این بازی 10 دقیقه طول کشید این بازی 5 دقیقه طول کشید این 6ش دقیقه طول کشیدش خب حالا میخوام ببینم که فراوانی در واقع زمان بازی های من چطور بوده یعنی چی؟ یعنی من باید ببینم مثلا چند تا بازی 10 دقیقه ای طول کشیده چند تا بازی 5 دقیقه ای طول کشیده چند تا ده دقیقه و ده ثانیه طول کشیده چند تا یازه دقیقه ای طول کشیده یه مقدار دستبندی اینا زیاد میشه به خاطر اینکه سخت میشه به خاطر اینکه من میتونم ده دقیقه داشته باشم در عین حال ده و یه دقیقه هم داشته باشم ده و دو دقیقه هم داشته باشم الا یازده دقیقه هر چیزی میتونم داشته باشم به خاطر اینو به صورت بازه ما میاد دستبندی میکنیم یعنی چی؟ یعنی میام میگم اوکی هر چی بین بازه صفر تا ده دقیقه هست یه دسته حالا فراوانی رخدات هایی که تو این دسته قرار گرفتن چقدر بوده؟ مثلا 82 تا بازی بوده که مدت زمان بازیشون بین 0 تا 10 بوده خب یعنی مثلا 5 دقیقه میتونه باشه 6 دقیقه میتونه باشه هر چیزی تو حالت بعدی میام دوباره میگم اونایی که 10 دقیقه بودند تا 20 دقیقه یعنی خود 20 دقیقه نیست وقتی که پرانتز میذاریم اینجا اینجا 10 دقیقه نیست یعنی اگر یک بازی خود ده دقیقه طول کشید وارد این میشه تعدادش شمارشمون خب پس میام اونجا تو دسته بعدی میگم اونایی که 10 دقیقه بودن تا 20 ولی خود 20 دیگه نباید باشه مثلا 10 و 19 و, و 999990 هم جزو دسته دو قرار میگیره اما خود 20 که بشه میره جزو دسته 3 پس این یعنی تعداد فراوانی یعنی تعداد رخدادهایی که واسه هر متقیه یا دسته یا کلاس در نظر میگیریم تو حالت پیوسته به اینا میگن کلاس وقتی که بازه هستش یکی از مواردی که باید مثلا تو حالت پیوسته تعریف کنیم اینه که چه تعداد کلاس داشته باشیم و فاصله کلاس همون چه باشه رو تو اسلاید بعدی بیشتر من توضیح میدم خب نا کنین بذارید تو همینجا جدول بود بهتره خب اه نها کنین اینجا الان اگه توجه کنین من یک جمعیتی داشتم گفتم که فلان بازی توسط این شخص انجام شده نتیجهش برد بوده یا باخت بوده صفر یک گذاشتم و مدت زمانش هم اومدم حساب کردم مثلا 5 دقیقه حالا شخص B مثلا برد بوده یا باخت بوده 6 دقیقه شخص C فلان حالا نتیجه 7 دقیقه 7 و نیم دقیقه 7 و 25 پنج دقیقه 5 پنج و نیم 10 19 مثلا انواع اقسام رنج ها رو میتونم داشته باشم مثلا وقتی که دیتام خیلی زیاد میشه من اینا از دستم در میره دیگه به این راحتی نیست بیام بشمارمشون که خب مثلا الان مجموعه اینجا تعداد زیادی دیتا رو داره <تصفح> تعداد زیاد که با همین این کار این که دستی انجام بدیم زیادی دیگه خب چجوری میتونم بگم که آقا پنج دقیقه یا چند تا بوده یا اصلا دست چطور باید تعریف بکنم بگم مثلا صفر تا ده, ده خوبه مثلا ده تا ده تا برم بالا یا اینکه بگم یه دقیقه یه دقیقه برم بالا به جای ده بذارم یک از یک تا مثلا دو همینطور برم بالا <applause> آیا اینطوری کار درستیه یا باید دو دقیقه دو دقیقه بزنم اصلا چند تا دسته داشته باشم اصلا اینا باید مساوی باشن یا نباشن خب اینا چیز هستش که موقعی که میخوایم فراوانی و مخصوصا تو حالت پیوسته تعریف بکنیم بعد از خودمون بپرسیم خب اول از همه بگم لزومی نداره فاصله مساوی باشن حتما نباید فاصله مساوی باشه بعضی جاها مثلا تو این حالتی که الان میکشم باستون نقاط داده من فرض کنید یعنی این فواصل دامنم باشه که مساویه خب نقاط داده ممکنه اینجا کم باشه اینجا خیلی زیاد باشه اینجا دوباره کم باشه اینجا خیلی زیاد باشه اینجا اصلا نباشه بعد فاصله که واسه من در میاد یه اینطوری میشه بعد یه دونه اینطوری میاد بعد دوباره یکی اینطوری میره با دوباره خالی اصلا اینجا خالی میشه خب الان حجم انبوی از داده های من اینجاست من میخوام اینا رو بررسی کنم و بهتر بشناسم دیگه چگالیه زیادی از داده های اینجاست این بازه رو میخوام بشناسم یعنی این بازه رو در واقع نمیتونم ببینم انقدر این چگالیا زیاد بوده و انگار تمام داده اینجاست مثل این بمونه که من همه رو تو یه محور بگیرم یه دونه مستطیل واسش بکشم فایده این نداره واسه من که من میخوام خود بشه ببینم توضیحشون چه شکلی بوده ازشون یه استنباطی بکنم یه نتیجه بگیرم پس بعضی وقتا ما مجبوریم که فاصلمون رو متفاوت حتی بذاریم یعنی بیایم اینجا که اومدیم دستبندی خواستیم بکنیم بگیم اوکی این تیکه رو به دو قسمت دیگه تبدیل کن اینو به چهار قسمت تقسیم کن اینو دو قسمت اینجا همون یه قسمت کافی شه اون وقت اینجا این شکلی میشه نا کنین این حالت رو پیدا میکنه اونجا من میتونم دیگه تشخیص بدم که بالا پایین کجا بوده توضیح کجا بوده و تشخیصش باسه من بهتر میشه خب ولی خب تو همه جا هم نیست فاصله مساوی هم خیلی جاها کاربرد داره ولی سوالایی که ما باید الان جواب بدیم در واقع چه تعداد اینجا ردیف اگه در نظر بگیر تعدادش چه تعداد کلاس داشته باشیم بین هر کدوم کلاس بگن یا طبقه بگن و بازه طبقه بندیمون یا کلاسمون چقدر باشه خب این دو تا سوالیه که باید جواب بدین قبل اینکه فراوانی رو بخوایم تعریف کنیم جدول فراوانی به میگن جدول فراوانی شبیه جد... جدول چون بودش دیگه نگفتم ولی خب به مین جدول فراوانی قبل اینکه جدول فراوانیتون در بیان یا هیستوگرامتون رو بخوایم بکشین نمودارتون رو بخوایم بکشین بعد این کلاس ها رو تعریف کنیم خب کلاس رو چجوری میتونیم تعریف کنیم میتونیم بیاین اینجا اول از همه تو اون جمعیتی که داشتیم اینجا جمعیت اون بود گفتیم رکوردار رو ثبت کرده بودیم یک دو سه چهار و غیره اونجا با مثلا آرمینی که اونجا نوشته بودم یا آرش و علی که نوشته بودم اونجا هر کدوم از اینا یه کلاس انا تو حالت گسسته اونا رو نمیشموریم خود مشاهدات رو باید بشموریم اوکی؟ تعداد بازیایی که انجام شده این تعداد مشاهدات رو اسمش رو میذاریم بعد اگر ببینید خیلی جاها میگن اوکی شما لازم نیست این کار رو انجام بدین اگه تعداد مشاهداتون اندازش معمولی به ده قسمت اگه زیاده مثلا به صد قسمت توی این حدودا تقسیم بندی کنید خب اما اگه میخوایم مطمئن باشین این, روش رو بهش میگن روش سرانگشتی تام رول میتونید سرچ کنید روش سرانگشتی در واقع محاسبه کردن کلاس هیستوگرام و فراوانی هستش خب اه یه روشش اینه که از این تعداد مشاهدات یه رادیکال بگیرین رادیکال n بگیرین بعد اینو رندش کنین مثلا یه جای تعداد مشاهداتون 7 و 3 ده هم به دست میاد این 7 و 3 ده هم رو بیاین رندش کنین بگین هفتا همین که نها کنین این هفته به اون دهه نزدیکه میتونین همون دهر هم در نظر بگیرین حتی چون خیلی جا میگه از ده و صد راحت میتونین استفاده کنین ولی خب دقیقترش اینه که اینجا هفت بگیریم شاید بهتر بشه اون لزوما هم بهتر نیست یه روش سرانگشتی واسه محاسبه کردنش این روش دقیقی نداره اصلا خب پس ما گفتیم رادیکال میگیریم از تعداد مشاهدهمون و قسمت صحیحش رو روند میکنیم حالا میخوایم بازش یعنی من الان تعدادش رو در اصلا شده هفت تا یعنی من باید دامنم رو به هفت قسمت تقسیم بندی کنه هفت قسمت میشه یک دو سه چهار پنج شیش هفت خب به هفت قسمت تقسیم میکنیم حالا میخوام فاصله این چند باشه این فاصله رو باید به دست بیارم توی این حالتی که داریم به دست میاریم اینا همه یه فاصله مشابه و اندازه دارن خب بعد ماکسیموم مقدار مشاهدات رو اینجا ماکسیمومه مثلا بازی ها هر چیزی مدت زمان رو داشتیم در نظر می گرفتیم دیگه ماکسیموم مدت زمانی که وجود داشته رو منهای مینیمومش بکنیم میشه رنجمون میشه بازمون خب حالا اندازه کلاس میشه تقسیم برای اون رادیکال نیی ای که گرفتیم در واقع تقسیم برای تعدادمون که در نظر گرفتیم هفت مثلا اگه من ماکسیموم مدت زمانم 22 دقیقه باشه و مینیموم زمانش مثلا 6 دقیقه باشه میشه 22 منهای 6 تقسیم بر 7 تقسیم بر 7 حالا آره چند میشه میشه 20 منهای 4 میکنه 16 هفتم خب این بازه میشه 16 هفتم یعنی باید چهجوری در نظر بگیرم یعنی 7 تا 16 هفتم باید جدا کنم حالا کاش یه عددی میگفتم میتونستیم یکم یک رند باشه فرض کنین اه به چهارده بخوام برسم 20 باشه ماکسیموم که در نظر گرفتم میشه چهارده هفتم میشه دو درسته پس من باید هفتو بازه که فاصله شون دو تا دو تا هست رو جدا کنم یعنی از صفر خود صفر رو جزش میشه بزنیم مشکی بنویسم عالی از صفر تا دو دو باز کلاس بعدی میشه از دو بسته تا چهار باز کلاس بعدی میشه از چهار بسته تا شیش باز و از هفت به بالا اصلا ببخشید تا بیست باید بریم حواسم نبود شیش بسته از شیش بسته تا هشت باز از ده بسته از هشت بسته تا ده باز الا تا آخر دیگه خب میره تا بیست مثلا آخریش میشه از 18 بسته الا 10 20 باز که چون آخری هست 20 میبندیم هرچی مساوی 20 بود اینجا میذاریم پس من 20 رو به دست آوردم جدولم اینجا درست میشه یه جدول با این میکشم میگم این جدول فراوانی من این اعداد رو میذارم اینجا بعد دیگه راحت میام میشمرم میام اینجا اون وقت میبینم که آیا این مدت زمانی که اینجا هست توی کدوم یکی از این ها قرار میگیره میذارم اینجا یه دونه بهش اضافه میکنم یه دونه بهش اضافه میکنم مثلا یکی اینجا بود یکی دیگه به این اضافه میکنم فراوانی و تعدادش رو به دست میارم خب این شد تعیین فاصله کلاس حالا وقتی که من فاصل رو به دست آوردم و جدول فراوانی رو کشتم یه نمودار مستطیلی میتونم سش بندازم نمودار مستطیلی چیه؟ یه چیز شبیه اینه نمودار مستطیلی در واقع تو اینجا بذارین اول واسه گسسته نشون بدم مثلا این نرمال پری هایپرتنشن پری هایپرتنشن اینا مواردی بوده که تست رو انجام دادن اگه ما مثلا واسه مثال خودمون در نظر بگیریم اینجا اسم افراد میشه A B C D و تعداد برد میشه اینجا مثلا این شخص اگر 1200 بار برده فراوانی دیگه فرکانسی در واقع تا این اندازه طول مستطیل میشه فراوانیش یعنی 1200 بار این شخص برده اینجا برای B تعداد فراوانیش میره تا 1400 پس طول مستطیل برابر با طول مستطیل برابر با فراوانی عرض مستطیل برابر با اندازه کلاس یعنی این قسمت مثلا اونجا ما دو در وردیم عرض اینا دوه خب پس طول شد فراوانی ارزش شد برابر با اندازه کلاس تعداد این مستطیل هم که تو گسسته برابر با تعداد در واقع کلاس هایی که وجود داره توی حالت پیوسته همینطور که اینجا میبینی یعنی پیوسته هست. از 60 تا 65 این نقطه یه قسمت میشه میبینین تو حالت گسسته من این وسط گذاشتم اینا رو تو حالت پیوسته من رنج دارم میبینید این رنج من هر چیزی هر عددی که بین این رنج قرار بگیره رو میام جز فراوانیش در نظر دوباره همون میشه این میشه طول من که برابر با فراوانیه ارز من برابر با اون کلاسی که دو هستش اینجا پنجه ارزش پنجه همینطور که میبینید اینجا پنجه پنج و پنج رفته و فراوانی ها رو اینجا روی نمودار میشن حالا تو جلسه بعد ما این رو تو اکسل با هم دیگه میکشیم خب این میشه هیستوگرام داره در واقع نمودار فراوانی جامع جامعه من رو بهم نشون میده که میتونم توضیحشون رو در نظر بگم مثلا نها این قسمت تعداد تجمع دادا کمتره بین 70 تا 80 تجمع دادا زیاده و از 80 تا 90 دوباره کم میشه اینجا که نوشته ارتفاع درختان در واقع فکر میکنم بلک چری میشه توت فرنگیس یا میشه تمشک خب اینم ارتفاعش هست عمده درختانی که تو این نمودار داره نشون میده بین 70 تا 80 فیت ارتفاعشونه و بیشترینشون هم بین 75 تا 80 ه پس این درختان جزء درختان قد کتان اینا که 60 و و نادرن کمن و دیگه درخت به مثلا اندازه 90 فیت اونم تعدادش کم مثلا اندازه دو تا به دست اومده اینجا هم دو مثلا سه تا درخت بودی که 60 فیتی بوده اما 10 تا از درخت 10 تا از درخت ها بین 75 تا 80 فیت اندازهشون بوده ارتفاع داشتن پس میتونیم بگیم که به طور معمول درختان درختان بلک چری فکر میکنم تو تمشگاه آره درختان تمش بین 75 بین 70 تا 80 فیت ارتفاع دارن معمولا حالا یه مپسه دیگه هست به نام فراوانی نسبی فراوانی نسبی چیه اگر اونجا خاطرتون باشه من فراوانی ها رو درآورده بودم مثلا گفتم A دو بار برده بی سه بار برده سی چهار بار برده و مثلا دی 10 بار برده خب نسبی یعنی من این رو بیمقیاسش کنم به یعنی اصلش بیمقیاس کردن به این میگن یعنی من اینا رو یه بار جمع بکنم که میشه 14 و 3 میشه 17 17 و 2 19. بعد هر کدوم از اینا رو تقسیم بر مجموع کنم یعنی یک عددی به دست میاد بین خب اینطوری این کاری که میکنی 100 درصد عددی که به دست میاد این فراوانی نسبیه اگر اف رو فراوانی در نظر بگیری و ان تعداد مشاهدات اون باشه مجموعشون بود دیگه خب 100 درصد یک عددی بین صفر و یک تو حالت این که من فراوانی دارم هیچ وقت صفر نمیشه و هیچ وقتم یک نمیشه چون مجموع گرفتم من یعنی که فقط یه دونه داشته باشم اما از لحاظ آمار احتمالات صفر میتونه باشه احتمال صفر وجود داشته باشه یک میتونه باشه خب اینا مساوی اما در واقع توی حالت فراوانی چون محدود هستن و حداقل یه آیتم یعنی دو تا آیتم وجود داره اصولا اینا خب برابر نمیشن ولی از لحاظ ریاضیاتی چرا از لحاظ احتمالی میتونن باشن برابر خب پس این فراوانیه که مطمئنی بین صفر و یکه و مجموع اینا چون ماکسیموم میشه یعنی به این میرسه ناکنی دو نوزدهمه همه به اضافه سه 19 به اضافه 14 19 به اضافه ده نوزدهم دوباره میشه 19 19 دیگه که میشه یک پس مجموع فراوانی های نسبی هم یکه زیگماشون اف این اف آی در واقع اینا هر کدوم میشه اف FI. آی خب اف آی آی مساویه یک تا ای بی چهار چون چهار تا آیتم دارم دیگه خب این میشه F1 این میشه F2 این میشه F3 این میشه F4 اگه زیگما بگیری آی مساوی یک تا چهار F آی این این زیگما برابر, برابر با یک میشه مجموع اینا میشه یک حالا یه مپسی به پیش میادش به نام فراوانی تجمعی خب فراوانی تجمعی یعنی چی؟ من اینجا یه جدولی دارم اینجا تمیزتر میخوام با ستون به نام اینجا در واقع مقادیر کلاس ها میشه داشتیم A, B, C, D خب اینجا فراوانیشونه میشه در واقع F1 برابر با دو F2 برابر با 3 F3 برابر با مثلا F اینجا مثلا چهار حالا F چهار برابر با ده خب این میشه فراوانیش این هم شد فراوانی نسبی درسته یعنی چی؟ یعنی اگه اینجا مجموعش بود 15 و چاردن نوزده و دو بیست یک کاش اینو یک بذارم که بشه بیست در بتونیم حساب کنیم خب این میشه بیست یعنی مجموع اینا دیگه اینجا هم مجموع رو می نمیسم. خب حالا یعنی f 1 تقسیم بر ان که 20 هستش ان میشه کل مشاهدات من مجموع مشاهدات من میشه 1/20 میشه چند یک 20 به درصد هم میتونید راحت بگیم اگر اینو ضرب در 5 کنین کسر رو با مخرج رو میشه 5 صدوم 5 صدوم که برابر با 5 درصده پس اینطوری با تبدیل به صد کردن و درصد گفتن میتونیم بگیم که مثلا این برابر با 5 درصد کل این موارد هستش حالا تو نمودار دایره ای که بعدا نشونتون میدیم بهتر میشه دید فقط میخواستم یه اشاره ای کنم اینجا پس این شدش یک بیستم که برابر با 5 درصده بعدیش میشه چهار بیستم که برابر با فکر کنم 20 درصد میشه زب داره 5 کنی میشه 100 4 5 20 دا میشه 20 درصد داره 2 دهم هم که همون 20 درصده بعدی رو دوباره میشه 5 20 دوم که <coughs> میشه چند 5 20 دوم که برابر با 25 درصده بعدیش هم میشه 10 20 دوم که برابر با یک دوم یا پنجا درصد. مجموع اینا میشه یک همینطور که میبینیم مجموع اینا میشه ص درصد میشه 5 درصد 25 درصد 25 درصد 25 درصد ۵ درصد با یه 5 درصد میشه 1 درصد مجموعشون به یک میرسه این میشه فراوانی نسبی یه آیتم دیگه هم داریم به نام فراوانی تجمعی که این هم خیلی تو آمار احتمالات استفاده میشه حالا تو جلسه بعد مثلا تو نمودار پارتو یکی از استفاده تو نمودار پارتوی که میخوایم در واقع تحلیل پارتو داشته باشیم فراوانی تجمعی میگه چی؟ میگه اول دیتا ها خب اینجا بذار اه، اه، تو همین جدول از اولی رو بذار برابر خود اولی یعنی یکمون میشه f یکمون تقسیم برای n که میشه همون یک بیستوم که مساویه با پنج درصد درسته دومی برابر با قبلی یک بیستوم به اضافه جدیده چار بیستوم که میشه چند؟ پنج بیستوم خب که میشه بیست پنج درصد مجموعش با قبلی یعنی 20 درصد به 5 درصد میشه 25 درصد دوباره بعدیش هم میشه مجموع این یعنی 25 درصد به اضافه قبلی که 25 درصده که میشه 50 درصد و در نهایت چهارمی که میشه 50 درصد به 50 درصد که میشه 100 درصد که دیگه مجموع نداره دیگه این مجموعش به یک میرسه اینجا هم یه نمودار تجمعیه ما نمودار تجمعی رو با خط میکشیم اصولا با نمودار خطی اینجا اگه توجه کنید، صفر رو گذاشته صفر بعد میادش آیتم بین صفر و یک که میشه این عدد بعد میشه اینجا همینطور داره افزایش پیدا میکنه خب این افزایشی که پیدا میکنه به یک آخرش میرسه حالا این نمودار تجمعی یکی میتونه اینطوری بره یکی میتونه اینطوری بره این شی بشه که واسه ما خیلی اهمیت داره توی تشخیص حالا آیتم مختلف تو نمودار این شی و نحوه حرکت نمودار تجمعی که واسه ما اهمیت داره گرنه ما میدونیم از صفر شروع میشه از حداقل شروع میشه و به حد اکثر یک میرسه اما چطور میرسه اینطوری میرسه اینطوری میرسه یا اینطوری میرسه؟, این میرسه؟, این میرسه این اهمیت داره واسه ما خب الان مثلا توی دیتای خودمون اگه بخوایم ترسیمش کنیم که اینجا حالا میشه راحت آیتم اینا رو تغییر میدم به A B C D خب گفتیم آیتم A 5 درصده که میشه تقریبا همین اینجا نیم 5 درصد یعنی 500 درسته آیتم B به دست اومد 25 درصد یعنی میادش اینجا 2500 آیتم C به دست میادش 50 درصد خب آیتم دی هم که به دست میادش 100 درصد یعنی میادش اینجا حالا نحوه رشدش هم به این صورت میشه یعنی از صفر من باید بکشم اینجا میادش به این صورت میبینیم به صورت سودی حالت نمایی هم داره خب به این میگم فراوانی تجمعی حالا بحث بعدی که میخوایم صحبت بکنیم نمودار پارتوه نمودار پارتو از در واقع هیستوگرام و نمودار تجمعی استفاده میکنه و یه آنالیز رو به ما برمیگردونه اول خود اصل پارتو رو باستون تعریف کنم. اصل پارتو بر اساس مقاله ای که شخصی مقاله یک اقتصاددان ایتالیایی انتشار دادش حالا سالش رو یادم نمیاد این شخص ای ایتالیایی که اسمش پارتو هست اون موقع توی مقالهش گفت که 80 درصد از از ثروت جهان دست 20 درصد از مردم جهان هستش این رو اعلام کرد توی این مقالش از طریق حالا بررسیه که انجام داده بود و بعد افراد اومدن این بررسی رو بیشتر نگاه کردن دیدن نه تنها ثروت جهان 80 درصد از ثروت جهان دست 20 درصد از در واقع مردم جهان هست بلکه این موضوع 80 20 یعنی 80 درصد ارزش یک چیزی توسط 20 درصد از آیتم های اون تشکیل شده حالا این ارزش منظور میتونه فراوانی باشه یعنی 80 درصد فراوانی یک جمعیت رو 20 درصد از افراد اون جمعیت تشکیل میدن خب میتونه فراوانی باشه میتونه قیمت باشه یعنی 80 درصد از قیمت هایی که توی یک مغازه وجود داره قیمت کالایی که توی مغازه وجود داره تنها 20 درصد از کالا تشکیل میدن یا میتونه هزینه باشه یعنی 80 درصد از هزینه یک سازمان رو 20 درصد از در واقع فاکتورهای اون تشکیل میدن و میتونه عیب باشه خرابی باشه که توی کنترل مدر... کیفیت خیلی استفاده میشه از نمودار پارتو واسه این قضیه خرابی های در واقع 80 درصد از خرابی های به وجود اومده ناشی شده از 20 درصد موارد هستن 20 درصد از آیتم های مثلا موتور هستن که 80 درصد از خرابی ها رو ایجاد میکنن ما باید اون 20 درصد ها رو پیدا کنیم که تاثیر 80 درصدی میذارن و اونا رو برطرف کنیم خب این اصل پارتوس اینجا هم جدلی که میبینیم اومده اینجا نشون داده 80 20 انقدر دقیق هم نیستش که بگیم دقیقا 80 درصد 20 درصد حدودا باید در نظر بگیریم بعضی جا 60 درصد منظور اینه که آقا اکثریت مهمه یک جامعه ای رو این جامعه جامعه آماری ها دیتاست یک جامعه را 20 درصد از آیتم های اون تشکیل میدن خب یا ببخشید اقلیت های اون تشکیل میدن یک سری اقلیت هستن که تشکیل میدن ما از این قضیه واسه شناخت داده خیلی استفاده میکنیم از نمودار پارتو حالا خود نمودار پارتو از دو تا بخش تشکیل شده یه دونه هیستوگرامه که این هیستوگرام میتونه فراوانی باشه میتونه زمان باشه میتونه هزینه باشه مثلا این last time by type of failure زمان از دست رفته بر اساس نوع خرابی خب و اینجا هم درصدش هست حالا اگر توجه کنین اینجا آیتم هایی هستن که به علت اون خرابی ها رخ دادن به صورت گسسته بوده حدودا 65 درصد از خرابی ها که زمان های خرابی از دست رفته هستن توسط این آیتم بوده این آیتم رو بهش میگن A اینی که توی بازه اول قرار گرفته حالا بعدیشو اگه توجه کنین تا تو 82 درصد رفته جلو به این میگن B این دوتا خیلی مهمن که باید تحلیل بشن مخصوصا اولی مخصوصا تو کنترل کیفیت و جایدی بقیهش رو میگن سی میتونیم از اینا حتی چشم پوشی کنیم اینا زیاد اهمیت ندارن اگه توجه کنی از 82 درصد تا 100 درصد تقریبا 15 درصد از موارد رو به خودشون اختصاص دادن و به خاطر همین زیاد اهمیت هم. ولی اینا رو باید برطرف کنیم حالا توی مثالی که ما داشتیم و میخواستیم محصول خودمون رو پیدا بکنیم اگه خاطرتون باشه که میگفتیم آقا ما اومدیم از گمرک کالاهایی که بیشترین واردات رو داشتن رو استخراج کردیم و گفتیم ارزش دلاری چقدر باشه ما از این 80 20 میتونیم به دست بیاریم ببینیم که آقا اکثریت ارزش دلاری تحت اندازه کوچکی از کالاها انجام شده در واقع ما اونجا 5000 خورده دیتا داشتیم از این 5000 خورده فقط یه درصد کوچیکی تقریبا 20 درصد اون هستن 20 درصدش میشه چقدر میشه 20 5000 میشه اه. تقریبا 1000 تا 1000 آیتم هستن که ارزش بررسی دارن هزار آیتم هستن که 80 درصد از واردات کشور رو تشکیل میدن چارزارتای دیگه زیاد اهمیت نداره خب این از بحث پارتو بودش امیدوارم مفید واقع شده باشه با ستون تو جلسه بعد ما وارد اکسل میشیم و این نمودارهایی که گفتیم رو و فراوانی ها رو با هم تشکیل میدیم و ببینیم به چه نتیجه میرسیم و چطور میتونیم دیتا هامون رو بهتر بشناسیم